به نظرم ما باید بریم تو محلشون تحقیق کنیم. مرضیه جان، میشه لطفی کنی شما نظر ندی؟ آخه دختر خوب تحقیق و زمانی انجام میدن که همه چی حل شده باشه. ای خوب از واسه چینو اومدن تحقیق ما نریم؟ بسه دیگه، شما دوتا هم توی شرایط دارید با هم بحث میکنین. ببینم مرضیه جان، تو خودت وقتی امیر اومد خواستگاریت رفتی تحقیق کنی؟ آره دو سه ماه. چه خبره؟ بعدم مرضیه جون تو چرا عادت داری یه موقع پیازداغ یه چیزایی رو زیاد میکنی؟ امیر وقتی اومد خواستگاری من، آقا جونم یه بار رفت محل کارش تحقیق، یه بارم رفت محل زندگیش، دو سه ماه. خب واسه ما همینجوری بود دیگه، فقط اون وسط آقا جونم یه مسافرت کاری خورد، بین تحقیق محل کار و زندگی مقدار وقفه افتاد. فقط چی فکر کردم ما از صبح تا شب. شما دو تا هم خیلی دلتون خوشه به خدا. من دارم از استرس سکته میکنم، اون وقت شما دو تا دارید با هم بحث علکی میکنید. وای لیلا، یه پار چهرات بیار مردیم. چه خبره اینجوری مردیم را انداختی؟ همش چهار تا تیکه اسباب اساسی را از تو راه رو بردی تو. چهار تیکه یه خبره میگی؟ چهار تیکه اسباب؟ کل این راه رو پر اسباب بود تا سقف. باشی خودتون رو جمع کنیم بینیم اینا رو چرا نبردیم تو اتاقا؟ خاله جون ما دیگه هرچی چه چیز بود چیدیم دیگه، جا نبود. گفتیم یه سری اینا مونده بود، اینا دیگه خسته شدیم، گفتیم الان بذاریم دم در که شهرداری ببره. اینا چی توشه؟ یه سری آتش باشقاله مغازه آجون سیروز خانو فکر کنم. آشقاله؟ بله. اینا رو خب بذاریم دم در؟ بله. اصلا فکرشو اصلا بیرون کنی بیجنا، اینا رو بذاریم دم در واویلا میکنه. یادت نیست مبلاشو گفته بودی بفروشه؟ چه قشقرقی به پا کرده بود دم به دقیقه میگفت. خب چیکار کنم خاله جان، اینا رو بزنم وسط باشه؟ آقا بیژن فردا توی این خونه میخواد خواستگار بیاد، این جمله رو میتونی درک کنی؟ خب اتفاقا اینجوری که خوبه، ما مبل هم نداریم، اینا رو میذاریم بغل هم یکی یکی، یه پارچم میکشیم روش مثل یه سکو، خواستگارم یکی یکی بیام بشینم روش. خوبه نه؟ بیمزه، یه خورده جدی باش. آره همه همسن و سالای تو تشکیل خانواده دادن، یه خورده بفهم. چی میگی؟ بس دیگه، اینقدر یکی به دو نکنید، این جعبه ها رو برداریم بذاریم اتاق که پشت آشپزخونه. بلشین بیا ببینم امین جان، بیا خاله، بیا قربونت برم. بشم ای سی سی تلو کماجی، یه دقیقه اینا رو دست نزن جونم. این کماجون تو پسر خاله منی، خب یعنی فامیلی درجه یک ما میشی. یه بار دیگه صدا تو واسه من بلند کردی، خاطرت نمیاد چه بلایی سر دوردم، الان دوباره جلو اینو تکرار کردی، به من میگی بفهم. خب آره من که نگفتم نفهم. الان که گفتی نفهم. کمک اگر باشی بیان کمک، بیان کمک من، فهمیدی؟ نه کمک کتاب. باشه دیگه نمیگم، دفعه آخرت بیدار. باشه اینا رو ببر. جناب سرگرد، در خونه تک تکشون میبرم نشونتون میدم. من اگه اون موقع میگفتم این بحثا رو تحویل میدم ازشون رسید بگیرم، و اگه رسید میگرفتم الان اینجوری نمیشد. شما در یکی از این خونهایی که بسته میبردید با ما نشون بده، تمام حرفهای شما رو ما قبول میکنیم. یکیشون جا خودم در خونه تک تکشون میبرم. حالا اصلا نباشین جناب سرگرد، ممنون، خبرهای مهمی واسهتون دارم. خوشحال باشید احمدی. تا برید تو ماشین سواشی من میام. بفرمایید. ای بابا حواستون کجاست؟ خب چی شد؟ از چند تا از همسایه تحقیق کردم، همه ازشون راضین، تازه خیلی هم ازشون تعریف میکنن. ولی از اون مهمتر این که یکی از همسایه‌ها مهندس رو شناسایی کرده، میگه یه شب اونجا دیدتش. جالب شد، پس مهندس وجود داره. زین علی گزارش تو کامل کن، برگشتم بده ببرم پیش جناب سرم. چشم قربان. بله قربان. چیزی نگفتم؟ من فکر کردم میخواین چیزی بگی. زین علی. بله قربان. دین گفتم میخواین. حالت خوبه؟ بله. سلام، صبح بخیر. خواهشا بلند نشین ناراحت میشم. خواهشام بلند نشو. بس سر سفره نشستی میگی بلند نشین. خدا زیادت کنه سر صبحی. چه خفیم کنی با مزه ای. بیژن کو. بالا خوابیده. مامان جان راستی یه فکری واسه ما بکنین ها. هوا خیلی داره سرد میشه. همینجوری پیش بره منو بیژن یه روز از خواب بلند میشی میبینی مردیم ها. واضحه بود از اینکه چیزی نیست. این یه سال نونو تره ما بالاخره کار دست ما میده، چون منو بیژن به یه اونکر خوریش فکر نکنم برسیم. کیوان بس چه که من نمیبینم از احوال خونه برام ریخته. بابا خودم دارم یه خورده مزاح میکنم، روی خانواده عوض بشه. میشه شما لطف کنین تو این شرایط مزاح نکنید؟ میشه؟ من دارم میرم. بازم صبونه نخورده؟ برو قیافتو تو آینه نگاه کن، این مرده شدی. اشتها ندارم مامان. بابا دیشبم که چیزی نخوردی، یه موقع میری تو رو ضعف میکنی یه بلای سرت میادا. نمیتونم مامانم، استرس دارم.
استرس برای چیه؟ زن آروم باش. آخه مریم جون میترسم یا تو دانشگاه همه بفهمن آقا جونمو گرفتن، یه ها آبرون بره. خدا نکنه بفهمن. از کجا میخوان بفهمن؟ مگه از قیافه خودت بفهمن؟ ولی یه قیافه به خودت گرفتی که هرکی هم ندونه کورم باشه میفهمه. آره، تازه شاید همین امروز آقا جون و آقا سیروس هم آزاد بشن. تو ناراحت نشو خاله، قصه نخور. الان بیژن و کیوان صبحانه شونه که خوردن میرن اونجا کارو درست میکنن. ان شاء الله همین امروز آزاد میشن. ها من صبحونه خوردم بعد برم دانشگاه. امروز مشابه است دانشگاه تعطیله. چطور دانشگاه؟ لیلا باز دانشگاه من تعطیله. خودت اون قصه نکن. بابا امتحان دارم. خیلی خوب، امتحان تو که دادی برو. ماما من یه چیزی بگم، این سرگرده زیاد از من خوشش نیومد، چون شمارهشو فقط به بیژن داد، من خواستم بگیرم زایم کرد. بیژن تنها بره بهتره. جناب سرگرد بیایید دیگه. مطمئن این همینجاست؟ بله جناب، اینجا خودشه. خب باز چی وایسادی؟ زنگ بزنید. باشه، با اجازه. اما جون مطمئن نیست زایه نشیم. بله. ببخشید جناب، ممکنه خواهش کنم یه لحظه بیایید دم در؟ شما یه لحظه بیایید دم در؟ برو آقا جون، خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. روزی 10 تا مثل شما میان اینجا. ببخشید سرگرد نصرتی هستم، یه چند لحظه خواهش میکنم. سلام عرض کردم جناب. ببخشید فکر کردم گدایی چیزی. آخه روزی 10 تا شما علی چند لحظه تشریف بیارین دم در، خواهش میکنم. چشم اجازه بدید لباس مناسب بپوشم الان میام خدمتتون. جناب سرگرد فرار نکنه. شما نگران فرار کسی نباشید، شما نگران اوضاع خودت باش. احمدی باز شروع کردی. جناب سرگرد من که میدونم آخر این ماجرا چی میشه. سلام جناب. سلام آقا، روزتون بخیر. روز شما هم بخیر. در خدمتم، اتفاقی افتاده؟ ببخشید جناب، غیر از شما آقای دیگه‌ای توی این خونه زندگی میکنه؟ نه خیر، من خودم با خانواده‌ام هستم. ها پس شما تازه اومدین اینجا، درسته؟ نه خیر، الان 6 ساله، 4 طبقه رو خودم ساختم، خودم هم تو زندگی میکنم. یعنی چه مطمئنی؟ شک دارید از همسایه‌ها بپرسید. جناب سرگرد همینجا بود بابا، ماشین روی این پول وایستاده بود، میخواست بره تو پارکینگ، من رفتم جلو جنس رو تحویل دادم. حالا میگم رحمت جون حواس رو جمع کن، مطمئنی همینجا بود؟ آره بابا مطمئنم همینجا بود، ولی این آقا نبود، یا آقای دیگه ای بود. ببینم شما دوستی رفیقی کسی ندارین بیاد پیشتون؟ چرا، دوست و آشنا که زیاد دارم. آه خیلی ممنون از لطفتون، زحمت کشیدین بفرمایید. خواهش میکنم، من کاری ندارم، اگه بتونم کمکتون بکنم در خدمتم. از همکاریتون تشکر میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم با اجازهتون. خدا امید خدا. جناب سرگرد من مطمئنم همینجا بود، بابا میخواستم زنگ بزنم که دفعه اونجا وایستاد و من صدا کرد، رفتم جنس رو تحویلش دادم. آقا اشتباهی صورت گرفته باور کنید، اما که آدرس ها رو حفظ نمی کنیم. ولی یه آدرس من سراغ دارم جان خودم، الان وقت داریم بریم اونجا، چون دوبار رفتم دارم میگم، یادم بریم حتما. لازم نکرده، ببینید بازی دیگه تموم شد. مثل بچه آدم میگین جنس ها رو از کجا و به کیا میدادین، میگین یا نمیگین کاری میکنن. بلا سربان بابا چرا خوشونت آمیز برخورد میکنیم؟ بریم تا بهتون نشون بدم. برام بریم، بریم چی خیال کردین اونجا میبینیم؟ احمدی من خودم میدونم چی کار دارم میکنم، فقط خون سردی تو. جناب سرگرد یه 200 اینا رو بده به من، همه این مشکل حل میشه، به شما قول میدم. لازم نکرده، تو فقط به من اطمینان کن، همین. برو باشه جناب سرگرد، این خط اینم نشون، اینا یه مارمولک هایی ان، تا حالا لنگشو نداشتیم، آخرام دستمون خالی میمونه. خیلی خوب برو بشین بریم، همش هرس بخور. وای اگه امیر اینجا بود همه مشکلاتمون رو حل میکرد، خیلی حیف شد. البته هنوزم دیر نشده، میتونم بهش زنگ بزنم سری خودش رو میرسونه، خیلی برش داره. آره آره زنگ بزنیم بیان، امیر ما مگه باشه با کلی کار میتونه بکنه. مرد خونه از امیر ما دیگه نگو دیگه، ما بالاخره بچگی ما با هم بزرگ شدیم، اون خودش رو نمیتونه جمع کنه، میخواد چه برسه به بقیه. آفرین. نه بابا حالا نمیخوام دو نفر نگران کنی، اصلا شاید یه جوری به خیر و خوشی همین امروز حل شد و اینا ما آزاد شد. آره ان شاء الله. من دیگه میرم، دانشگاه دیر میشه. بیا لقمه رو با خود برو، شکمت خالی نباشه. ممنون. خدا خدا حافظ. حالا جو منم خیلی نگرانم، اگه امروز رحمان آقا سیروس نیان منم زنگ بزنم اینا هم نیان دیگه. نه من به دلم برات شده، امشب یه خبرهای خوبی میشه. خدا سرمتون آقا جون نگاه میشه سر سوپیسه ده مگس در نیاری تو؟ خارج جوانه که مگس دنده عوض نمیکنه، موتور سنگین بیرون جواز نمیدن سوار شیم، بعد تو خونه سوار شیم دیگه. علیکم سلام آقا بیژن. ابا علیکم سلام.
این لقمه رو کی داد دست این بچه؟ مادر خب این رو پاش میافتاد که قلم میکرد پاشو. لقمه رو از دست بچه گرفتی؟ خب مادر من لقمه اینجوری درست میکنم، این دستش هرج میشینه دو نفر باشه حساب میکنن دیگه، خیلی پول تو جیبش هست. حالا خوب خوابیدی پسرم؟ اوف خیلی خوب خوابیدی مادر من. خارجا من میگم بعد کم کم به فکر باشین، هوا داره خیلی سرد میشه. من فکر کنم منو که من یه روز صبح چشمون عقاب با کنی از سرما مردیم. میگم تو این یه سال نون و تره خوردن در حق منو کیوان خیلی اچاف شده دیگه، فکر کنم عمرمون کفاف نده به اون کره خوری و اشغال و خوب نبود؟ نه خاطر که همه اینا رو دو دقیقه پیش کیوان گفته بود. باز ما بالای شینو سخنی کردیم سریع اومدی گذاشت کف دست پایین. یا خود از خودت خلاقیت داشته باش، یه چیز تو دهنت بند بشه آخه. مادر جون صبونت خورده یه سر برو ستاد ببین آقا تو آقا سیروس آزاد میکنن یا نه. مادر من جناب سرگرد دیروز گفت هر خبری بشه خبرمون میکنه، بچه هم سیروس خان آقا جون آزاد بشن میان خونه دیگه، بچه دبستانی نیستن که گم بشن. راست میگه اینو راست میگه. نگفته بودی نه؟ اینو یادم رفت بگم. باشه با این حال شاید تعهدی چیزی بخوان لازم داشته باشن ما اونجا باشیم. اتفاقا اینا رو اگه بخوان زنگ میزنن. بیشن حالا اومدی با تلفن خونه قطع شد. گفتم خواهشان تمنا میکنم قبل اینکه حرف بزنی یکم فکر کن. الان جلو خودیا گفتی اینا دوزارشون نیفتاد، پس حالا جلو چهار تا غریبه میگی هر هر بهمون میخندن، مگه تلفن برقی که یوهو قطع شه؟ ببخشید معذرت میخوام، من اصلا نمیدونستم وقتی میخواد تلفن قطع شه از 48 ساعت قبل عرق میکنه، تب و لرز میکنه، چه میدونم بیپ بیپ بوق قرمز میزنه، میگه من میخوام قطع شم. حالا نشد دیگه، نه عرق کنه نه بوق قرمز میزنه. مادر جون خب نمیخوای بری بگو که من خودم برم. باشه مادر جون گفتم که میرم، حالا بذاری لقمه سبونه اگل اون پایین بره چشم. ولش کن خاله جان منت این اونا کش، خودم بعد دانشگاه میرم. اینو زدم که دیگه خود شیرینی نکنی فهمیدی؟ این دست تو خیلی حرص شده قابی جون. خاله جان این تنبیه واسه این بود که خود شیرینی کرد، پس فردا اینجا خود شیرینی کرد، یه جای دیگه خود شیرینی میکنه، جامعه هم که شوخی برناز نیست، میگیرم میکشنش. بیارم اون پیاده شو همینجاست، همینجاست، همین خونه است. مطمئنی؟ مطمئن مطمئن، اینجا رو دوبار اومدن. خب سوار شو بری. کجا سوار شو؟ میگم این خونه استش. جناب سرگرد اجازه دارم یه چیزی بهشون بگم؟ آره احمدی آقا برای چی میخوای بگی؟ آقای محترم این خونه است، در بزنن؟ لازم نیست در بزنی، توی موقعی روز مطمئنم نیستم. اینا رو شما میشناسی؟ به من دوبار اینجا جنس آوردم، کی میان؟ آی سیروس حملشی اینجا خونه مادر جناب سرهنگ حشمتی، یکی از همکارای ماست. جلال خاله یعنی اینا؟ بله جناب سرگرد آدم نمیدونه تو این دور زمانه دیگه به کی باید اعتماد کنه. کجا جناب سرگرد؟ خجالت بکشید سوار شو بریم. جناب سرگرد یه جا هم که درست اومدیم شما بی خیال شدی؟ تکو من زنگ بزنم؟ نه لازم نکرده، لازم نکرده عزیز من، این خونه 6 ماه خالیه، جناب سرهنگ هم 3 ماه منتقل شده رفته شهرستان، بیای سوار شو بریم بابا. میگم سیروس لگه این خونه رو من دوتا کوچه پایین ترم دیدم، نکنه تو اشتباه اومدی؟ بیا اینجا ببینم ببینم، فکر کنم هول شدم. آره آقا جناب سرگرد به من دور میدون دور زدم اومدم، به این همکارتون گفتم دور میدون، گفت فرقی نمیکنه اگر اونجا بیایم راه درستشو بله. باشه از هر جا که شما میگی بشین بریم، همونجا بگو ما بیایم. از دور میدون ها؟ بله بشین. خب سوار شید سوار شید بشین، دور میدون بشین، دور میدون دور بزنیم. خب سوار شید بشین رمانی بشین. بیادشی بیادشی میگم رحمان این خونه چقدر شبیه خونه این مادر جناب سرهنگی میفرمان ها، یعنی حرف خوبی میزهی رحمان. ببین بعضی مماره هستن که این نقشه دارن چند جا استفاده میکنن، تو هر محل یه دونه مثل همین درست کردن. ما چرا پیاده نمیشین جناب سرگرد؟ همین خونه هست. سوار شو آقا، سوار شو تو راه برای توضیح میدم. همین خونه هست جان خودم. جناب سرگرد یه دقیقه پیادشین زنگ بزنیم. آقا سوار شو بری. برای چی؟ بابا این همون خونه است دیگه، ما یه بار از اون بر اومدیم حالا از این بر اومدیم، تو اینو نفهمیدی؟ ببین من کار ندارم، من دو بار در این خونه جنس آوردم، همین خونه، همین خونه. آقا سیروس گفتم سوار شو تو راه برای توضیح میدم. آقا سوار شو گیر میدن آقا سوار شو. خیلی خوب من یه خاطره خنده‌دار دارم تعریف می‌کنم تا خونه بعدی اون آدرس بعدی رو دیگه دقیق بلدم، حوصله‌مون سر داره. بریم بریم Yep.
از این بار اینجا جناب. خب بیا از این بار. بابا یه کار دارم تو بیا. کار دارم چه چیه خب من از این بار میکشونی به اون. بابا جون یواش. عجب آدمی هستی تو. بجو. کی تو دیگه؟ آقا من با این دست من نزنین دیگه. چه خبرتونه اینجا ستاده ها؟ یعنی دو تا بچه میمونین. از اون ور که نمیتونستم پیاده شم جناب سرگرد کار داشتم. خیلی خب حرفتو بزن بابا. آرومتر خواهش میکنم. بفرمایید. جناب سرگرد چرا اومدیم اینجا؟ جان خودم این که آدرسو مثل کف دستم بلدم و آقای عزیز گفتم دیگه لازم نیست بفرمایید. پس آزادم دیگه. بسیار. بله اگه اعدام نشین بعد 30 سال آزادی. ده جناب سرگرد اینجا سرمانه احمدی مثل که تو یک کیسه صابون حسابی تر ما نکشه دست بردارید شما یه چیزی بهش بگید. جناب سرگرد بفرمایید. نگفتم سرباز استوار مقدمو بگو بیام ببرشون بازداشتگاه. جناب بازداشتگاه برای چی بابا منوچهر شما بری پیداش کنی؟ آدرس سر بریم مثل کف دست بدم اونجا نشسته در میره. بس آقا جون بفرم. اصلا جناب سرگرد ما میخوایم با روزنامه ها صحبت کنیم. برو تو آقا آقا میخوایم صحبت کنی با روزنامه ها چه وضع شاخه گوش کن عجب آقا جان تو که یه زمانی نون پسر من خوردی از اگر خود خالت کنی بفرمی همه در برابر قانون مساویان علی قربان تمام بچهای تیم تحقیق این پرونده رو جمع کن بگو بیام اتاق جواب چش قربان بفرمایید حسن عبشان راحت باش بچه ها تو اتاق جناب سرهنگ منتظرن تشریف نمیارین زین علی بله پرونده خیلی عجیب و غریبیه قبضه آب و برق و تلفن خونه نصیری نشون میده که توی یک سال گذشته هیچ کی تو اون خونه نبوده خب قربان شاید اینا دروغ میگن نه من مطمئنم اینا تو اون خونه رفتن مهندسم وجود داره اینا خیلی زرنگن اینا دارن از سادگی این دو نفر سوء استفاده میکنن خب به نظر شما چیکار باید بکنیم چطوری میتونیم مهندس رو داره دستش رو گیر بندازیم حتی تصویر چهره نگاری رو که بررسی کردیم این مهندس هیچ سابقه ای نداره میدونم جریان شده میشه پیدا کردن یه سوزن توی یه انبار کاه خب قربان که کاری نداره میتونیم یا همه برداریم بریم تو انبار کاه آفرین ما مهندس رو میتونیم با آهنربا گیر بندازیم اتفاقا آهنرباش هم داریم قربان ولی من شوخی کردم اتفاقا من جدی گفتم نه جدا من شوخی گفتم زین علی میریم تو جلسه برای توضیح میدم اونجا که جریان آهنربا چیه قربان ولی از طرف من نگین از طرف خودتون زین علی بله قربان بریم بفهمید الو این سرما چرا اومدی تو حیات نشستی؟ یه دو سه ساعت دیگه خواستگارای لیلا میخوان بیانو حنا جون اصلا حالم خوب نیست تمام فکر و ذکرم پیش رحمانه فکر کنی فکر و ذکر من پیش سیروس نیست اما چاره چیه؟ تو دو سه ساعت دیگه میخوان واسه بچت خواستگار بیاد عزیز من این چه قیافه به خودت گرفتی؟ هر کی بیاد میفهمه چه بدبختی گریبانمونو گرفته ها نمیدونم بیژن کجاست بدبختی که یکی دوتا نیستش که از صبح تا حالا رفته ستاد پیش جناب سرگرد که ببینه چه خبره تلفنش که خاموشه هیچ یه زنگم نزده که ما رو از نگرانی در بیاره بیژن رو تو به دنیا آوردی درست ولی من بزرگش کردم من میدونم اون یه جایی الان داره خوش میگذرونه واسه خودش یاد نیست اون دفعه ما چیکار کرد هرچی زنگ میزنی بوشی رو ور نمیداشت تو رسیده بود پشت درن چی بگم والا هیچی بلنشو بریم سرما میخوری باش باش میگم حنا اگه آقا سیروس و آقا رحمان آزاد نشدن کی میخواد خرج این خونه زندگی رو بده خودمون مگه ما مردیم اصلا شنبه میریم سر کار تو هم شده اینه بیژن ها اون موقع بهش میگفتم کی درس میخونی میگفت از شنبه شروع میکنم آخه طلا جان فردا جمعه از همه جا تعطیل کارم نیست ما چه کار کنیم میخواست پس فردا بریم سر کار خب باید بریم دیگه چی شروع میکنیم شرکتو که پلوم بهش کردن چیکار کردن پلوم اونی که اینجوری بیشن اینجوری پلوه خیلی خوب حالا پلو بابا یه کار دیگه شروع میکنیم اصلا فرض کن شوهرامون مردن زبون تو گاز بگیر بگو خدا نکنه داری منو مسخره میکنی مسخره چی آبجی خب گناه داره چرا میگی مردن گفتم فرض میکنی وقتی میگم فرض میکنی اونو باطل میکنه آها دوم از اون این همه خانواده بی سرپرست تو این شهر هست خب ما هم یکی از اونا ها پی خدا رو شکر کنیم که ما بچه های سالمی داریم خودمون تنمون سالمه سقف بالا سرمونه دست و دست همینی میپاره جدید از نو شروع میکنیم شما اینجا چی کار میکنیم؟ کلی کار داریم اون وقت بایستده اینجا ما هم درد دل میکنیم این مامانت بگو که واسه من زانوی غم بغل گرفته مامان جو الان مهمونه میرسه ما هیچ کاری نکردیم بیشن هنوز نیومده چرا اومده تو جیب منه میبینی که نیومده نه خودش اومده نه تلفنشو برمی داره غیبی زد آقا
من اینو میشناسم، فهمیدم از کارکنه در رفته. من میدونم با مهمونا میرسه. حالا ببینید، شما شیرینی و میوه اصلا خریدی؟ نه خیر، قرار بود آقا بیژن بخره. اینجوری که ما همش لنگ بیژنیم که. کیوان، کیوان، کیوان. خب خاله جان چرا انقدر داد میزنی؟ من کر شدم. بگو خدا نکنه. چی رو خدا نکنه؟ منم اومدم، اومدم مادر جان. چرا انقدر فریاد میزنی؟ یک بار گفتین کیوان، من متوجه شدم. این چه طرز لباس پوشیدنه؟ چه شو مگه؟ هیچی؟ دامادی تو عروسی و بابای بدبختته؟ خب خب خاله جان دارم میام خواستگاری دختر خالش، بعدشم تازه الان کیوان مرد این خونه است. بله مادر جان راست میگه. از این لباس عجب عجب بپوشم خوبه؟ کی به تو گفته لباس عجب عجب بپوشی؟ من میگم چرا مثل بچه ها ذوق زده شدی؟ 3-4 ساعت قبل لباس بده پوشیدی، بمونه 3-4 ساعت دیگه میان. نه این لباسا برای کسی، من قرض گرفتم، گفتم 2-3 ساعت بپوشم بهش عادت کنم. خیلی خب میوه شیرینی خریدی یا نه؟ بابا جان پس اون بیژن چیکار است؟ همه کاری که من نباید انجام بدم، اونم بالاخره مرد خونه است، سیر کارا رو باید اون انجام بده. بابا میبینی که نیومده. بابا این سیم بالاخره میاد دیگه، دیر و زود داره اومدنش، ولی سوخت و سوز نداره. چه ربطی داره؟ به جای که با من میسی کلکل کنی، بالا شو برو میوه شیرینی بخر. مادر جان من با این لباسه برم خرید کنم. درسته اصلا. خب لباسو درو برو خرید کن، دوباره بیا. من برم مادر جان بالا لباسم عوض کنم، اینو درارم اونو بپوشم بیام، برم از اینجا برم بیرون، برم خریدمو بکنم دوباره بیام برم با. بچه مثل آدمو نمیشه دیگه. خب مادر چرا عصبانی میشی؟ میرم. خب برو دیگه. چش. فقط مثل اون دفعه آناناس و نارگیل نخری ها. چش. آها راست مامان جان، یه لحظه بیا. پول ندادی مامان جان به من؟ پول میخوای؟ خب برو لباس عوض کن تا پول بدم. نه دیگه حالا دارم میرم، ماهی میرم دیگه. بابا من از کجا دارم تا اون لباس مردم بدم؟ شاید کثیف شد. مامان جان مگه من بچه‌ام بزرگ شدم و حواسم هست دیگه. مریم تو بیا بشی چیزی بگو. خب کیوان انقدر بحث نکن، تو که اخلاق خاله جون رو میدونی، تو حرفش به کرسی نشینه ولکن نیست. خب برو زود هم لباس تو عوض کن، برو. چشم. یعنی چی اخلاق خاله جون رو میدونی؟ خب حالا اینجوری گفتم تو تنوری لباسش عوض کنه. صد جور دیگه میتونستی بگردم بعد منو ضایع کنی؟ ای خب حالا ببخشید تو این وضعیت. کیوان، بکنم هرکت کنم بکمت بکار دست در نکنه، این کوچه تو رو نداشت موزلی بودا. بکریم سورسا چینین چه خبره؟ آره واسه دختر خالم خواهر بیژن داره خواستگار میاد. دارم میان. آره فکر کنم پیروزو. آره پیروز بود اومده همه تغییر. جدی میگی؟ آره بابا حسابی سنگ تموم باشن، از آقا رحمان انقدر تعریف کرد. دست درد نکنه. کاسی آقا رحمان 2-3 روزه نیست. چرا هستن خود تو نمیبینیش؟ من نمیبینم. من آمار گربایی که تو این کوچه میانو میرن دارم، چه برسه آقا جونت اینا. ولی آقا جونت و آقا رحمان 2-3 روزه نیستن. نه یه چند وقتی کارشون زیاد شده، واسه همین صبح زود میرن، شب دیر وقت میان، واسه همین نمیبینیش. من 6 صبح تو این کوچه ام، ساعت 2 مسجد میرم خونه میخوابم. ما رو سیاه نکن خواهشام. راستشو بخواین رفتن اصلویه واسه کار؟ نه رفتن به امیرا سر بزنن، یه سمایی ازشون خبری نیست، نگران شدن رفتن بهشون سر بزنن. خوب کاری کردن. یعنی چه آدم 4 ماه بره نهید به خانوادش سر بزنه؟ نکنه زیر سرشون بلند شده؟ نه بابا جدی میگم، میخنده. ما یه فامیل داشتیم رفته و بندر مال کار، 6 ماه پیداش نمیشد، بعد کاشف عمل اومد آقا یه زنم اونجا گرفته. نه از جد خیالت راحت باشه، اونجا اصلا همه مردن. باسی بیژن کجاست؟ آقا دست درد نکنه، تو 2 قدم به ما کمک کردی، آمار کل فک و فامیل و خاندان ما رو پرسیدی. بیکاری؟ آره خب بیکار بیار میچرخیم. جدی جدی بیکاری ها؟ ما رو باش به فکر کیا هست برخوردشون میگم. اکبر بیکار. برو بابا. اکبر کن میبارو مردم بیا. ببخشید فکرم واسه خونه خودمون خرید کرد. بده من اون موضوع بده عجیبه. این موضوع آقا رجب الان داده، اگه هر موضوع موضوع شماست. اون یکی جیبت بهت میگه بده. آره خب این مال شماست. بده خداحافظ. زود باشین دیگه مریم. چشم پشت. خب زود باشین. آها ببین همینجا تلویزیون قبلیمون چقدر خوبه. شست اونجا دستور زن. بازی تلویزیون گذاشین اینجا. ای بابا اونجا این تلویزیون واسه چی از جو بندر میزنی اینجا؟ میشکنه ها. بزن اینجا خب تو دید باشه دیگه. خب مگه اینجا تو دید نیست؟ نه دیگه، خب 3 نفر بشینن اینجا گردنشون میشکنه، بعد برگردن تلویزیون نگاه کنن. خب میخوای نه حرف تو باشه نه حرف اینا، بذاریمش همین وسط همه بتونن ببینن. ببخشید لیلا خانم، بذاریم اون وسط؟ مگه سینما اومدن؟ دارم میام خواستگاری تو. همون اصلا که شب خواستگاری تلویزیون نگاه میکن. بعدم شما آقا کیوان بعضی وقتا گیرای میدی ها. ببخشید مرضیه خانم، مگه شب خواستگاری خودتون یادتون نمیاد؟ واسه خواستگاری آنتراکت دارن رفتن سریال یانگون داشتن نگاه میکردن. موقع فرق میکرد، یانگون رو بورس بود، الان که تلویزیون اصلا سریال نداره. اصلا چرا با شما دارم بحث میکنم؟ امشب پنجشنبه است، هم شبکه 1 سریال داره هم شبکه 3. پس خودت میخوای فیلم ببینی بقیه رو بهونه میکنی؟ آره آره آقا اصلا خودم میخوام ببینم، تلویزیون خودمون خودم میخوام ببینم. خوبه
این چه طرز مویی درست کردی؟ مگه چیه؟ حالا خوبه همیشه خودت مثل من مو درست میکنی. من کجا هم سن تو بودم مامان اینجوری درست میکردم؟ برو با تو درست کنم. اینم بیا مامان. شما میبینی بر از این خانم دیگه بر بچه میزنی؟ بگیرم این بچه رو از چی زدی؟ مامان جان این چه وضع ما این بچه درست کرده؟ باید تو یاد بگیره دیگه. من کجا هم سنی بودم مامان اینجوری میکردم؟ یادم آقا جون کاسم زش روسرم دور ماما میزد. دیگه حق نداریم بچه رو بزنی، این بچه بابا داره. اون راستی بابا کجاست؟ حرف نزن تو. ای اینا چیه؟ خب مبل دیگه مامان جان. خودم عقلم میرسه نگفتم تانکه. از کجا اومده؟ از خونه همسایه آوردیم. واسه چی؟ واسه چی نداره دیگه مامان جان، الان مردم عقلشون به چششونه. بیا ببین اینجا مبل نیست، خب زشته دیگه. ای خاله جون راست میگه دیگه، اگه باشه بهتره. آفرین، وقت میرن کلی حرف الکی پشت سر آدم در میارن. هیچ هم همچی چیزی نیست. همچی چیزی نیست. مگه شب خواستگاری امیر یادتون نمیاد؟ از همین خونه مرضیه خانم میومدیم، چقدر حرف پشت سر اینا زدین، گفتین خانواده خوبی ان، خانواده ساده ای ان، خانواده بی مبل و بی ریایی ان. آقا من اصلا حرف نمیزنم، من مریضم آقا، اصلا من هیچی نگم بهتره. خب میگم اگه امشب مریضی یه امشب با حرف نزن بذار بگذره. خب من مریضم. راست میگه دیگه، مگه بعد بهت حتما بگن حرف نزن. ای بابا بحث نکنین، این پسره نیومده. ای مادر چون من که بهتون گفتم اون با مهمونا میرسه. بابا ساعت نزدیک 8 از صبح که رفته هنوز هیچ خبری ازش نیست. حالا جون شما قصه نخور، بادم جون بهم آفت نداره. باز تو حرف زدی آی کیو؟ بابا الان خواستگارا میان، برادر بزرگش نباید باشه، ما که مرد نداریم، باباش هم که زندونه. کی زندونه؟ هیچی فیلمسی نمایی نمیگه، قربونت دارم. بیبار بیرون تماشا کن. آقا من چند دفعه بهتون بگم اینقدر زندون نکنی، عادت میکنی بعد جلوی خواستگاری یا دهنتون میپره ها. بیا الان یفه پرید از دهنتون دیگه. آقا جون و عمو رحمان رفتن اصلویه، همه فهمیدن؟ بله. اوکی. بعد درزم خارج، مگه من مردم این شیر جلوشون وای میستم؟ مجلس این چی تو ماشتم نگه میدارم؟ سرم اینقدر به این پلاک بر نره در به گوش من از تو من خونه کرد. بیا برو در رو واکن. آخه ماما جان من لباسم عوض کردم که با این لباس زشت برم در رو باز کنم. خب چرا وایستادین؟ یکی بره اون در رو واکنه، الان میرن اینا. ای حرف نزن، کجا میرن؟ ای هول کرده دوباره. دوباره زدن. بریم لباس عوض کنیم. ولی من میدونم الان اینا میرن. زهرمار مازن درست نکردی که نیستن انگار. چرا بابا همین الان داشت صدای جیغ و بیغشون میومد؟ راست میگه، منم شنیدم. در ضمن خودم دوبار زنگ زدم گفتم ما ساعت 8 میاییم. رامین مطمئنی آدرس درست اومدی؟ مادر من این پلاک 12 دایی کوچه هم که سوم بود دیگه. درست. پس چرا در باز نمی کنن؟ خب آغاز و شاید زنگ خرابه. اصلا این خونه زنگ داره؟ تو اینقدر هول شدی؟ آجو من از همون اول که اومدیم دارم زنگ میزنم، جسارتا زنگ پشت سرتونه. ای بابا زنگو کجا گذاشتن؟ من از اول اومدیم تو میذاشتن. دست چرا در میزنی؟ رامین جان برو اون عقب با جفت ها برو دیگر. نه زشت. حالا من با عصا میزن در باز. بفهمید. سلام علیکم. ماشاءالله.
دیگه کسی دیگه نمونده، میخوام درو ببندم. نه دیگه ما هم چند نفر بودیم. بله. خوب هستین شما؟ مرسی مامان. با وانت اومدین یا مینیبوس؟ یالا اومدیم دیگه. خب تشریف بیار مساجون تو، تشریف بیار تو. پلاکتون افتاده. درستش میکنم، شما تشریف بیارید. شنیدم تو دانشگاه من باهاش آشنا شدین، درسته؟ بله. باری کلا مساج، باری که راضی ام ازت، راضی ام ازت. شما برادر لیلی خانم هستی؟ نه از فامیلاشون هستن. خدا که خانواده هستن. بفرمایید. 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 اجازه بدید. اجازه بدید من راهنمایی کنم. بفرمایید مساج. بفرمایید. تو من داداش منی اصلا خجالت نکشید بدید. بفرمایید. بفرمایید. خارج اینو بگی بزن. بفرمایید. خواهش میکنم. استدعا میکنم. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. بفرمایید اونجا بشینید. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. خیلی خیلی خوش اومدید. بفرمایید شما. بفرمایید. خواهش می‌کنم. قدمتون خوش اومدید. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. بگیرید بشینید. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. صفا آوردین. خیلی خوش اومدین دیگه. ببخشید دیگه آقا جون، عمو رحمان من یه مشکلی براشون پیش اومده. امروز صبح رفتن عسل. بله رفتن پیش امینا. مادر جون دارم حرف میزنم واسه شما. خب بفرمایید. بله دیگه همین. ببخشید احیانا لیلا خانم که باهاشون نرفتن. ای کاش یه خبر میدادین. قرار امشب رو کنسل میکردین. ای نه هاش خانم، این حرفا چیه؟ شما این قرار رو از خیلی وقت پیش گذاشته بودین. رفتن آقا رحمان و آقا سیروز یه هویی شد. خدای نکرده اتفاق ناگواری نیفتاده که. نه چیز مهمی نیستش. نه چیز مهمی نیستش. امیر ما و امیر خالم رفتن سه ماه عسلویه، هنوز نیومد. البته بهشون مرخصی ندادن ها. آقا جون و عمورمانم یوهایی تصمیم گرفتن که امروز رو برن عسلویه. بله بله دیگه همه در جریان هستیم. آخه تو مجلس خواستگاری اگه مردای خونه نباشن. آقا الان مردای خونه من بیژنیم. بله بله. شما چه داری کوچولو؟ بیژن اینه؟ نه مادر جان، این احسان پسر کوچیک خانواده است. چون مادرم اصرار داره زودتر وارد جامعه بشه، واسه همین تو همین مجالس میاریمش. بیژنم مهندس کامپیوتره، واسه همین صبح رفت سر یه پروژه‌ای. دیگه فکر کنم الانا پیداش بشه دیگه. بله. حالا شما همه چی رو اینقدر تو توضیح میدی؟ بفرمایید بشین. بله بله بفرمایید بشین. بفرمایید بشین. بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. واسه همین بفرمایید. بفرمایید. که نمیشه آقا جونم، اینا معذبن. البته ببخشید سبا جون، من دارم این حرفو میذارم، ولی جلسه اول معمولا کمی تعداد کمتر میان که خودتونم راحت. مریم خانم تازه ما سرتاشو زدیم این شده. شخصیت داشته باش، سنگین باش. زیدون امروز همش زده حال بزنم. زده حال اینه یا اون که دم در با پلاک برمیرفتی؟ بفرمایید. راست میگه دیگه. اینجا تعارف میکنیم. بفرمایید. خدا به دادمون برسه. بفرمایید حالا فوقش وسطا جاها رو عوض میکنیم، مشکلی نداره. حالا ما یک ساعت اینجا واسه این داریم تعارف تیکه پاره میکنیم. بفرمایید. بابا پسر خاله بشین بونم میشه دیگه. دایی بشین دیگه. بابا بشین دیگه، الکی جاتو عوض میکنی. چه فرقی کرد؟ مشکلی نداره قربان، بذارید راحت باشم. بذار هر چی دوست دارم بشینم، مشکلی نداره. خیلی خوش اومدین. بفرمایید راحت باشین. مادر جان شما بشین دیگه. بله بله بله. یعنی بلند شما بشینه. بله راستی بفرمایید مادر جان. بفرمایید ناگهان بله. راحت ما جا رو عوض میکنیم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. بله بله. حالا به مناسبت ورود شما لیلا جان چای رو بیار خاله. بله بله. لیلا جان چای رو بیار خاله. چشم خاله جان، ولی میشه یه لحظه تشریف بیاری؟ باشه برو تو آشپزخونه ببین چه گندی زدی که نمیتونه چای بیاره. با اجازه من تشریف ببرم آشپزخونه و برگردم. خب خیلی خوش اومدین. اگه اجازه بدین من دیگه کم کم مجلسو دست بگیرم. یه چند لحظه دست نگیر، من برم دستبابو برگردم بعدن. آقا جون بفرمایید شما کارتونو بکنین، بذارین بچه دست بگیره. خیلی خوب دیگه. بله مرضیه این بچه رو بعد بخوام. شما بفرمایید. بله خدمتتون عرض کنم که به نظر من چیه لیلا؟ چرا چایی میاری؟ هیچی خاله، استکان کم داری. استکان کم داری؟ بله. چرا گیج میزنی؟ شما که سه دست استکان دارید. میدونم خاله، ولی خورد شدم چند تا شکست. ای وای خاک بر سرم، استکانای نازنین رو زدی شکستی. حالا چه کار کنی؟ ببخشید بعدش هم اینا عدهشون زیاده، مگه من زورم میرسه که این همه چایی رو بیارم؟ باش الان میفهمی چرا چه خواستی نمیگیرنت. ای خب چیکار کنم؟ مگه من تو قهوه خونه کار کردم؟ قهوه چی کنی که حرف بزن. مریم جان، جان خاله. بله خاله جان. یه دقیقه بیا عزیز دلم. هیچ هول نکنی، هیچ هول نکنی. بر هر دختری خواستگار بیاد، هر دختری تو زندگیش مسائل داره، ساکت باشی، هیچ هول نکنی. خاله خاله برو این کیوان رو جمع کن، آقا برو ریزی میکنه. بس سرم داره چیکار میکنه؟ خودتو برین میفهمین. آقا یه جوری دور برداشت انگار طرف اوناست.
یه دقیقه بری خاله بری. سر من کیوانو درستش میکنم. تو حواست دلیلا باشه، چای بریز بده دستش. هول نکنی خودت قانون باشی. من دست خاص کجا باشه. فهمیدم. خودش اصلا هم هولتره. شکستی؟ اون که خودت اصلا هولتری. بله الان دیگه نباید خانواده سنگ بندازن جلو پای جوونا، هر چقدر آسونتر بگیرن بهتره. نمیدونم الان مد شده بین خانواده ها مهری سنگین میخوان. آخه من نمیدونم 2000 تا سکه چه خبره. آفرین. البته مهریه که رسمه. ای خاله جان به قول شما قدیمی ها کی داده کی گرفته مهریه رو. آفرین. بله ولی به هیچی هم که نمیشه، همونجور که رسم دختر جایزیه ببره مهریه هم باید داشته باشه. بله خاله جان میدونم، ولی خب به سال تولد دختر اونم چی به سال میلادی، سکه و طلا و خونه و ماشین، آخه این چه وضعیه؟ آفرین آفرین، شما نسبت به سن و سالتون خیلی فهیم هستین. بله شاید باورتون نشه ولی من مجلس رو دست بگیرم ناجور دست میگیرم. بله کاملا مشخصه. من کوچیک شما، من کوچیک شما. بله ولی من یه کسی چیزی گفت. نه خاله جان، ولی این جوان بدبخت خرجی بخواد بره خواستگاری ازش توقع بیجا دارن. هم خونه بد داشته باشه هم ماشین بد داشته باشه. بچه جان دارم صحبت میکنم. هم خونه بد داشته باشه هم ماشین بد داشته باشه. مگه جوان بدبخت چقدر پول میگیره؟ اونم چی تو این وضعیت گرونی الان. آفرین. ببینم این که اینجا نشسته توجیه شده. نه خب ما همینو میگیم، ما هم میگیم باید با جوان ها را اومد، باید همه چی آسون گرفت. شما میگین ولی ظاهرا خواهرشون اینجا نمیگاره. نه نه خواهشن حاشیه نباشه. حاشیه اصلا تو کار بود. چیه؟ چی میگی تو؟ مامان کارت داره یه ساعت دیگه. جانم مامان جان. آمدم. شما تو میوه شینی بزنی من همین الان میام خدمتتون. آفرین. چی مادر جان؟ چی اینجوری نگاه میکنی؟ تو از خانواده عروسی ناسلامتی، یه کاری نکن فکر کنن برادر دامادی. آخ ببخشید آخه، نه اینکه تو هر جا میرفتیم از طرف خانواده پسر بودیم من قاطی کردم. بذارین دولت نمیخواد بری دیگه، نمیخواد هیچ کاری بکنی. گاهی اوقات حس میکنم بیژن با همه دیوونگیش جاش چقدر خالیه. چطور من تو رو نذاشتم اصلا توی خالیش اصلا حس بشی؟ مادر جان شما چجوری حس کردین؟ نفهمیدم تو مرد خانواده ما یا مرد خانواده اونا. خیلی خوب دیگه گفتم درستش میکنم، این چایر رو بر تو سرد شد، الان مجلس از یه زاویه دیگه تو مشتم میگیرم. زبونتو بگی تو مشتت بسه. پاشو بینم بچه، پاشو بینم. ببخشید معطلش، من واقعا از همه تو معذرت میخوام. ببخشید واقعا. عروس خانم اومد. سلام. بفرم. ماشالله. مرسی. برو مادر، برو برای عروس صندلی بیار. بودو. بله خانم راضی به زحمت نبودیم. زحمت شد. دستتون در نکنید. یه غم بردارم. بشی خاله. خب اگه اجازه بدی من دیگه کم کم مجلس رو دست بگیرم. کیوان. بله جان. بله ببخش. بفرمایید آقای کیوان. بله خب اگه همه سر جاشون نشستن مشکلی هم ندارم، من دیگه کم کم مجلس رو دست بگیرم. بله خدمت شما. آقا دستت نگی تا من بیام. اومدم. وایسا. بیا آقا. اومدم. خوش اومد. یالا فرنده. اوزو میخوای اینجا بشین؟ نه راحت همونجا بشین. راحت. بله اگه اجازه بدین دیگه من کم کم مجلس رو دست بگیرم. من هم بچه‌ها رو خوابوندم. اینو چرا آوردین اینجا؟ این اصلا به مبلایی که کیوان ادیش گرفته اینا. مرضیه جون هستن عروس منن. بله 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 دیگه اگه الان دیگه همه نشستن و دیگه خانواده ما هم دیگه هستن و دیگه آقا جون عمو رحمان هم که دیگه هستن. بله بله داشتم خدمتتون عرض می‌کردم، الان دیگه به هر کسی نمیشه اطمینان کرد. الان شناخت آدما با پیشرفت تکنولوژی و این روابط خیلی سخت شده. به نظر من مهریه واقعا پشوانه دختره. آره بله بله اصلا همین آقا همین آقا یوهو اگه تو زرد از آب در اومد این دختر بدبخت باید چیکار بکنه؟ بله درست. تو چه داری کوچولو؟ عزیزم دارم حرف میزنم و بله داشتم میگفتم آقا یهو زد زیر سر این بچه بلند شد خواست زن بگیره. اون وقت اگه مهریه این دختر کم باشه ایشون دستشو میکنه تو جیبش میگه بفرما آه خونه بابات. وقت این دختر بدبخت چیکار باید بکنه؟ کیوا جان دیگه صحبت. نه خیر اینجوری هم که میگی نیست. نمیشه که دختر مردم همینجوری طلاق داد. بله بله کی نمیشه طلاق داد؟ موقعی که ایشون مهریه‌اش سنگین باشه یه خونه به نامش باشه. بله در ضمن سبا خانم مثل اینکه شما اصلا از دادگاه خانواده خبر ندارین. وقت کردین برین یه سر بزنین. ببخشید شما اونجا چی کار داشتید؟ سبا زشته. ببخشید شما برای عروستون همچین کاری کردین؟ بله ما دار و ندارمون رو سند زدیم به نام عروس گلمون مرضیه جون. ما هم همین یه پسر رو داریم. در حد تو نرگس خانم و سبا خانم هم دارین.
اونا دخترام هم پسر جان میگم بیا دونه پسرم. واسه نرگس خانم چه نیومدن؟ صحبت یه چیز دیگه است خانم محترم. ای بابا تو چه آخه این حرفا؟ بفرمایید. خواهش میکنم. عرض میکردم که ما هم همین یه پسر رو داریم. در حد توانمون واسهش خرج میکنیم. بالاخره این جوونا هستن که باید با هم بسازن، با هم زندگی کنن. فکر میکنم که بحث مهریه رو خیلی زود کشیدیم وسط. صحبت‌های مهمتری وجود داره. مثلا ما با آقاتون هنوز صحبت نکردیم. شاید ایشون هم نظری داشته باشن. بله. آقا رحمان صبح که داشتم میرفتم. اصلویه. بله. گفتم وقتی برگشتن حتما این قراره بذاریم یه چند جلسه مزاحم هم دیگه بشیم. خب میدونیم بالاخره منتظر کسی هستی؟ فکر میکنم بیژن باشه. بیژنه. کیوان جان در رو باز میکنی؟ چشم خاله جان. بیژن مهندس کامپیوتره. بله خب اومدم در شکوندی. دیر اومدی خاله من دست چاکیه. بیا تو دارم ببند. چه؟ منو یاد نگرفتی وقتی کلون در رو وا میکنی ببینی پشتش کیه؟ شاید دوز باشه. دوست چی آقا امیر شمایی؟ پس چرا بی خبر اومدین؟ بچه خستم. خیلی خستم. خسته نباشین. اوه بدبخت شدیم. مامان خاله مامان کیوان شوخی کردم دیونه عارف نسل یار ساختون تو آدم نشدی یا سلام علیکم. ببخش مامان جان. چی کیوان؟ شما چرا؟ خاله جان امیر اومده. چی آورده؟ عزیزم من دارم حرف میزنم. دایی امشب مثل یه چیزت میشه. آخه امیر اومده. خب اومده که اومده. پایسا ببینم تو گفتی کی اومده؟ امیر اومده. امیر اومده؟ بله. امیر ما اومده؟ نه امیر ما نیومده. وای یعنی پس امیر ما اومده. وای ببخشید ماما امیر اومده. بیاد مسافت معذرت خواهی میخوام الان برمیگردم. امیر آقا ببخشید امیر اومده. خیلی کوچولو. خوبه. کی اومده؟ امیر. چند تا میذاری؟ دو تا. چه دو تا؟ پس چند تا؟ دایی بس آبرو ما رو بردی امشب. راست میگه دیگه اینقدر نمک می‌ریزین. چه خبرتونه امشب؟ این از این که دم در به اون پلاک گیر داده بود اعصابمون رو داغون کرد. اینم از شما که با بچه سر کله می‌زنی. ای بابا. نیستش که. ماما. اینقدر ماما نکن پس کو این امیر. بابا همین جا بود. آخه دیوانه. ممکنه آب شده باشه رفته باشه تو زمین. از واسه حرف مفت میزنه مخت بوکیده. بابا همین جا بود قشنگ. خیلی شوخی مسخره ای کردی. اونا وسط شوهر کردن من. اگه خواستگاری من به هم بخوره چی میشه با این نمکایی که میریزی؟ بابا نگران اونا نباش. اونا عین موم تو مشت منن. شاید تو دستشویی باشی آخه چراغش روشنه. چراغ من روشن کردم واسه خواستگاری لیلا. آخه آدم عاقل چراغ دستشویی رو روشن میذاره واسه خواستگاری خانم آی کیو. خب یه ساک اونجا آویزونه.